میان ما این کارو کردیم، دولت این کارو کرده، این تدبیر اداره کشور بوده. آیا تدبیر اداره کشور گران کردن ارز بوده آقای نوبخت؟ آیا تدبیر اداره کشور این بوده که بورس رو آنچنان به فلاکت بندازیم که تا 300 هزار میلیارد تومان از محل این تراکنش ها دولت کسری بودجه خودش رو جبران بکنه؟ مردم قضاوت خواهند کرد در این 7.5 سال چه کسی راست گفته چه کسی دروغ گفته. از وعده 100 روزه حل مشکلات اقتصادی تا چرخیدن چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژها با هم که هر دو نچرخید، تا وعده آنچنان رونق اقتصادی که مردم به این 45,500 تومان اصلا احتیاج پیدا نکنن، که واقعا احتیاج ندارن چون قیمت ارز رو انقدر بردید بالا که این عددی نیست در زندگی مردم. اما ماجرای ارز چی بوده آقای نوبخت؟ چند ماه قبل در جلسه‌ای در دفتر رئیس مجلس وزرای اقتصادی اومدن، رئیس کل بانک مرکزی هم بود، بعضی از نمایندگان محترم حضور داشتن اونجا. در جلسه به آقای همتی گفته شد که منابع ارزی کشور بعضن در بعضی از حساب‌های داخلی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی دپو میشه، بلوکه میشه، با تأخیر میاد در چرخه اقتصادی کشور. آقای همتی ابتدا تکذیب کرد، گفت من اطلاعی ندارم، اما وقتی شماره حساب‌ها رو در بانک‌های دولتی و خصوصی به ایشون گفتن، گفت بله درسته. چرا این کارو با اقتصاد کشور کردید؟ چون می‌خواستید پیوند بزنید اقتصاد کشور رو با اتفاقات خارجی. مگر کالاهای اساسی که در گمرک دپو شد 6 ماه و بیشتر 6 روزه در زمان انتخاب بایدن نرفتید ترخیص کنید؟ این پیوند زدن اقتصاد کشور به بیگانه نبود؟ این حفظ استقلال اقتصادی کشوره که دولت بهش قسم یاد کرده؟ ارز رو هم ما پیگیری میکنیم، این حساب ها برای ما روشنه کدوم حساب ها بوده؟ این ارز ها نرخ ارز این چیزی که الان هستش نیست، پایین تر هستش.